همزمان با بدتر شدن وضعیت امنیتی و تصرف برخی از بنادر تجارتی، بهای مواد نفتی که از نیازهای اساسی شهروندان است نیز به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. شمار از شهروندان و راننده های شهر مزار شریف با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان در کنترل بازار، وارد کنندگان مواد نفتی را متهم به احتکار و هفزون فروشی میکنند. راننده های وسایط نقلیه در شهر مزار شریف میگویند در حال حاضر در بهای نرخ هر لیتر تل بیش از 10 افغانی و در نرخ هر لیتر گاز مایع نزدیک به 15 افغانی افزوده شده است. در بازارا فعلا ارزان میشه 35 36 افغانی و 60 افغانی. قبلا 30 روپیه 35 روپیه یک لیتر تل پترول بود، یک لیتر گاز تانم 21 روپیه لا 25 افغانی بدن. اولا 20 روپیه بود گاز، 25 شد، با 30 شد، انار 35 روپیه شد، گاز تل 45 روپیه بود، حالا 62 روپیه است. با این حال مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ علت بلند رفتن نرخ مواد نفتی را کاهش واردات به دلیل افزایش جنگ و ناامنی، تغییرات در نرخ جهانی مواد نفتی، تصرف برخی از بنادر تجارتی از سوی طالبان بیان می کنند. مواد نفتی مثل دیگر مواد خوراکی نیست. می تواند بسیار زود آسیب پذیر است. خدای نخواسته خصوصا در زمان جنگ اگر یک مرمی در یک تانکر یا یک ذخیره تاجر ما اصابت میکرد باشه، احتمالا تمام ذخایر تا منطقه با آتش کشیده شد و بناهن تاجرها نگرانی دارن. واردات خیلی کم شده، بنادری که سقوط کرده هم تاجرها زیاد علاقمند نیستن که از او بنادر وارد کرد. بلند رفتن نرخ مواد نفتی برای شهروندانی که از وسایط نقلیه شهری استفاده میکنند نیز چالش ساز شده است. افزایش بهای مواد نفتی در کنار راننده ها شهروندان مزار شریف را هم به مشکلات مواجه ساخته. باشنده های شهر مزار شریف تاجران و سرمایه گذاران مواد نفتی را به احتکار و اضافه ستانی متهم کرده می گویند بلند رفتن بهای مواد نفتی سبب شده تا آنها دو برابر کرایه را به وسایط نقلیه شهری پرداخت کنند. سابقه ما یک قسمت از یک را تا جای دیگه که می رفتیم تاکسی قیمت پایین تری میگیره. فعلا قیمت گاز افزایش داشته، بخاطر میگن تاکسی ورانا که بگن چرا، میگن قیمت گاز و تیل بلند رفته. والا یک وقتی یک جای میرفتید قبلا کیرو ارزان بود، حالا که میری یک جای میتکسیم در بست میری یک جای کیرو زیاد میگیره. تیل گاز قیمت شده، گاز قیمت شده، تیل هم قیمت شده، اند والا کیرو را زیاد میگیره. از سوی هم اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری بلخ از تأخیر حکومت در پسگیری بنادر و گذرگاه های درآمدزا انتقاد کرده، میگوید افزایش ناامنی ها سبب شده تا بهای کالاهای تجارتی بیشتر شود. امنیت بنادر، امنیت شارها تامین شود، تاجران ما میتونن به فکر آرام به تجارت خود ادامه بدن و همچنان شاید سرمایه گذاری ها خواهد بدیم. ولی متاسفانه اگر به امی منوال پیش بره، همه روزه مراکز تجارتی، بنادر تجارتی سقوط بکنه، ناامنی‌ها در داخل شهرهای کلان که امروز ما میبینیم عملا ولایت هرات در ناامنی‌های بسیار جدی در ولایت هرات جریان داره، در ولایت های دیگه هم کم و بیش اگه این قسم پیش بره متاسفانه تاجرای ما ترسد میشن. پیش از این نیز برخی از سرمایه گذاران از تشدید نبردها شکایت کرده گفتند که هرچند بیش از یک ماه از افتادن 6 بندر تجارتی به دست طالبان میگذرد و بندر حیرتان در بلخ و آقینه در فاریاب نیز در محاصره است، اما حکومت هنوز هم اقدام نکرده است.